اسلام به کام مدرنیزم. یه روزی 7-8 سال پیش بحثی داشتم که سیطره بانک بر مسجد، دفاتر مراجع اعظام تقلید توی قم. زنگ زدن آقا بلند شو ببینم این حرف چیه. ما کوبیدیم رفتیم اونجا، گفتن آقا این رادیو پخش کرده این بحث. گفتم آقا من الان از جاده قم سرازیر میشدم تو شهر قم، از اون عوارضی 4-5 تا ساختمان بزرگ قم تخته دیگه پیدا بود، یه 2-3 تا بانک خیلی بزرگه، یه هتله، یه بیمارستانه، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه همون وسط گم شده. گفتم آقا 1000 سال اسلام تو این سرزمین بود، هیچ شاهی جرأت نکرد مناره و گلدسته مسجد رو که نگاه میکرد کاخ شاه رو از اون بالاتر بسازه. حجت من میدان امام اصفهان. تو میدان امام اصفهان این طرف مسجد امامه، اون طرف کاخ شاه، کاخ عالی قاپو. در هر روستایی که شما الان برید مسجد به مصابه یک نگین میدرخشه. یعنی بشری که قرار سجده کنه به خدا، زیباترین و بهترین و مناسبترین موقعیت و مکان رو به مسجد اختصاص میداده. امروز از قلب تهران در سالهای آخر دفاع مقدس برج سپهر بانک صادرات به عنوان اولین برج بزرگ تهران رفت بالا و بلافاصله بعد از دفاع مقدس یک رقابت عجیبی شروع شد. پولها رو از دست مردم جمع کردن در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ، رقابت بانکسازی رو انداختن و زیباترین ساختمان ها توی مملکت امروز ساختمان بانک هاست. حالا طرح تحول اقتصادی تعیین میکنیم، یکی از 7 جزءش اینه که اصلاح نظام بانکی، چیزی رو که قوی ترین و زیباترین و بهترین ساختمان های مملکت رو برای ساختیم، سجدگاه برای مردم درست کردیم. یه آدم رو نگاه کنید، یه آدمی، این مردم شناسا هستن، صندلی میذارن رفتار مردم رو مطالعه میکنن، کار اینا رو انجام بدید. این خیابونه فرعی هست که این سرش یه مسجد، اون سرش هم یه بانک کوچولوی 4 تا اتاق داره. یه صندلی بذارید یه هفته رفتار مردم و محل رو مطالعه کنید. برای پرداخت آب، پول آب میرن بانک. برای پرداخت پول گاز میرن بانک. برای پرداخت آبونمان برق میرن بانک. برای پرداخت آبونمان تلفن میرن بانک. برای گرفتن وام میرن بانک. برای گرفتن حقوقشون میرن بانک. برای باز پرداخت وامشون میرن بانک. در هفته چند دفعه باید برن بانک؟ چند دفعه باید برن مسجد؟ بانک شده محل نون و دون و آب و برق و گاز و تلفن و چه و چه. نمیگم خدمات الکترونیکی، خدمات گردش مالی مناسب، من با این پدیده‌های تمدن اصلا مخالف نیستم. بالاخره به عنوان یه استراتژیست که تخصصم طراحی استراتژیکه، طراحی این سازوکارهای تمدنیه. اما این سازوکارهای تمدنی تو خود غرب در حال فروپاشیه. نظام بانک اندیشه آقای میلتون فریدمن، رئیس مکتب شیکاگو، که زمان رونالد ریگان 25 سال پیش مقررات زدائی رو گذاشت تو کاسه کوزه انسان غربی، شاگردانش که الان رئیس وزیر خزانه داری آمریکا و رئیس بانک مرکزیشون که اینجا بهش میگن فدرال رزرو، شاگردان آقای میلتون فریدمن هم دیگه، این بدبختی رو برای آمریکایی به وجود آوردن. اگر اون مدل ها کارآمد بود، خب که بود، الان نباید به این فلاکت میافتاد. شما از توی کوچه پس کوچه های همین بابل نگاه کنید، به مدت 6-7 ماه هر شهری رفتید برید، زیباترین ساختمان های این مملکت شده بانک. خب سیطره شون هم بر سر مسجد مستولیه. چه کسی میتونه ادعا کنه بگه ما مثلا سعی کردیم دین رو، بله در پشت تریبون سعی کردیم، اما اندیشه سیستمی، اون سیستم عامل، اون نرم افزار، نرم افزار آقای بیل گیتسه. بیل گیتسی به نام جان لاک، بیل گیتسی به نام آقای دیوید هیوم، بیل گیتسی به نام آقای جرمی بنتام. اینا رو که سر کلاس فلسفه نباید بخونید، اینا داره پیاده میشه توی جامعه. خود نتیجه این مدل جامعه سازی، نتیجه طبیعی اندیشه سیستمی میشه سبک زندگی آمریکایی. چون اون پول، نظام ربویش، اون چرخه مالیش و مناسباتش شبهناکه نظر عمده مراجع. حتی اگر نظر مراجعم هم بخوام کار نداشته باشیم، عقل ما که اینو داره میگه. ببینید بانک الان تو جمهوری اسلامی که کاراش اینه که تیراهن تو بازار تهران جمع میکنه، میبره تو جاده ساده انبار میکنه، جرون بشه تو این وضعیتی که مسکن مشکل داره و میخوان خونه بسازن، بعد بانک رقیب دولت و رقیب مردم میشه، میاد تیراهن تو جامعه میفروشه. این حرف من نیست، حرف رئیس جمهور این مملکته. خب پولی که تو اون بانک بمونه، سودی که تو اون بانک بمونه، حاصل این رو بعد بده دست مردم،
اون پول شبهناک نیست، نونی که از اون راه مردم از بانک وقتی گرفتن میخرن میذارن تو کاسه سفره بچه‌شون، بعدن بچه‌شون هیز و دزد نمیشه. تا الان اگر ما نسلمون سالم بوده به خاطر لقمه سالم پدر مادر است. اما از اینجا به بعد هر مقدار خطایی، رفتار غیر اخلاقی و غیر رو دیدید، بخش عمده ایش معلول نظام اقتصادی ناسالمی است که عمدتاً مدرنه و ذره‌ای روح دینی درش نیست.